بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم افتخار عزیره داره که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 557 که عبارت از کاردیک امبولایزیشن می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم امیدوار که این کیس نادر و جالب مورد استفاده ایشان قرار گیرد طبق معمول یک سلسله اسلاید ها از وبسایت های آزاد استفاده شده به غرض تشویق بلند بردن سوی تعلیمی و آشنایی دکتران در داخل افغانستان به استاندارد های جهانی می باشه از وبسایت های کمرای ما هم می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم سبب مراجعه مریض ضعیفی طرف راست عضویت تشکیل می ده. تاریخچه مریض برای ما میکنه که یک مریض 55 ساله می باشه وقتی که از خواب بیدار میشه احساس ضعیفی در طرف راست خود یعنی طرف علوی و سفلی راست خود میکنه که امرا با دلبدی استفراغات سرچرخی و تشویشات دید می باشه همچنان مریض کرختی در دست راست خود هم احساس میکنه. مریض از کدام عملی مرگی و زیای شعور حکایه نمی همچنان مریض از تشوش تکلم و فیشل دروپنگ شاکی نمی باشه. مریض در سابقه خود چنین عمله را نمی گذشتانده باشه. از نقطه نظر پس مدیکل هستری مریض سابقه هایپرتنشن می داشته باشه. از نقطه نظر سوشل هستری مریض از الکل، سگرت و درک استفاده نمی کند. از نقطه نظر فیزیکال اگزامنیشن یک شخص میان سال می باشه در کدام آلت دسترس قرار نداره. ویتال ساین مریض در آلت نرمال می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامنیشن در ماینات عصبی مریض الارت اورینت تایم تری می باشه. از نقطه نظر پاور در رایت سایت در اپر و لوور اکستریمیتیز پاور و قدرت مریض از پین چار می باشه. بقیه ماینات فیزیکی در نزد مریض در آلت نرمال می باشه. البته در ماینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک مایلت انیمیا هموگلوبین 11 و هیماتوکریت 36 می داشته باشه. بی در حالت نرمال می باشه. تروپونین مریض مثبت و پرو بی ان پی مریض بلند می باشه. همچنان EKG جی مریض فلاتر 3 نشان می ده. چستک سریه مریضی کاردیو میگالی، بایلاترال کستوفرینیک انگل بلانتینگ، انکریز انتستیشل مارکینگ، ماینر فیشورا از وری پرامیننت و همچنان پری برانکیال در نزده مریض دیده میشه که تمام از این نقاط نقاط رادیالوجیکی عدم کفای قلبی را و پولمنری اوده ما تشکیل میده. کتس کنه در نزد مریض صورت میگیره ان رمارکبل می باشه در نزد مریض ام آر آی صورت میگیره اگر شما در ام مریض توجه کنین پوستیریر سرکولیشن مولتیپل اسکیمیک استروک دیده شده میدانه همچنان در این آیا اگر توجه کنین باز هم چندین انفارک در پوستیریر سرکولیشن دیده میشه. اسسمن و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان سکته های دماغی و اگزازربیشن کانجستیف هارت فیلر می باشه. کاردیولوژی کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه تشخیصشان اگزازربیشن کانجستیف هارت فیلر می باشه در نزد مریض سیریال ایزو انزایم یا کاردیک آیزو انزایم توصیه می گرده. همچنان در نزد مریض توصیه ایکوکاردیگرام صورت می گیره همچنان تداوی امرا با ایس بهتر بیتا بلاکر و لیسکس در نزد مریض چالان میشه در قسمت سکته های قلبی کانسلتیشن نورالوجی خواسته میشه. همچنان در نزد مریض انتیکواغولیشن ادامه میدن. روز بعدی در نزد مریض 2D اکوکارتگرام صورت میگیره Overall a left ventricular function کم شده میباشه. Ejection fraction در حدود سی فیصد میباشه. همچنان در left atrium large mass به بزرگی 6 در 4 متر دیده شده میدانه که بیشتر مطابقت به مگزوما می کنه برای از این منظور در نزد مریض ترانس ازوفگل ایکوکاردیگرام توصیه می گرده همچنان مریض سمال پریکاردیل ایفیوژن می داشته باشه البته بعدا در نزد مریض ترانس از وگل اکوکاردیگرام صورت میگیره که اوورال لفت ونتریکولار فانکشن پایین شده می باشه اجکشن فرکشن در حدود 25 فیصد می باشه در لفت اتریوم لارج ماس دیده میشه که مطابقت به مگزوما می کنه و همچنان مایلد پریکاردیل افیوژن نزد مریض هم دیده شده می تانه. در این وقت نورالوجی کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه تشخیصشان اکیوت امبولیک استروک می باشه همچنان مگزوما هم در نزد مریض تشخیص میشه بنابراین در نزد مریض انتی ادامه میتن و همچنان توراسیک سرژیکل کانسلتیشن برای سرژیکل انتروینشن برای مگزوما خواسته میشه بعدا مریض مورد عمل جراحی قرار میگیره لفت اتریل ماس بیرون میشه و همچنان ریپیر لفت اتریوم و رایت پولمنری وین و همچنان انترا اتریال سپتم ترمیم میگرده البته بعدا وز مریض آیسته آیسته میافه متاقبا به ریگولر فلور و بالاخره رخصت میشه و به کاردیولوژی کلینیک اپاینمنت برش داده میشه بیاین ببینیم که دکتر جوان مرواریت هایی را که در باری کاردیک امبولایزیشن برای ما جمع آوری کرده کدام ها می باشه. در امریکا سالانه در حدود 500 هزار کیس اسکیمیک استروک را پر داده شده می باشه که البته 15 تا 20 فیصد از این وقت منشی کاردیوجنیک امبولای می داشته باشند. منشی امبولای معمولا لفت اتریل ترومبوس، aortic atherosclerosis, left ventricular thrombi, prostatic valve thrombi, intraatrial septal abnormality می باشه. البته یک تعداد کمتر واقعات اسکیمیک استروک منشی خود از infective endocarditis, intracardiac tumor, mitral annular calcification و right heart thrombosis میگیرند. البته ای که از انترنت استفاده شده و ما از اونا تشکر میکنیم منبع امبولایزیشن ای در مریضای سکیمیک استروک تشکیل میده که شامل لف وینتریکولر ترومبای، اتریال فیبریلیشن، کاردیوجینیک امبولای، کاروتید استینوسس، کاروتید پلاک و انتراکرانیل اتیرسکلروسس میباشه. البته باید به خاطر داشته باشین که از نقطه نظر فیزیولوژی تقریبا دو سلس سرکولیشن انتیریر سرکولیشن می باشه بنان امبولایزیشن معمولا مخصوصا از کاروتید ارتری در انتیریر سرکولیشن موقعیت می داشته باشه مریض ما پوستیریر سرکولیشن انفالزمنت می داشته باشه اکثریت واقعات پوستیریر سرکولیشن منشیش کاردیوجنیک امبولای می باشه. در کدام واقعات باید ترانس توراسیک اکوکاردیوگرام صورت بگیره در تمام مریضایی که عدم کفایی شریانی به صورت آنی در نزدشان پیدا میشه همچنان مریضایی که سکته های دماغی می داشته باشند و عمرشان کمتر از 55 می باشه البته برای تمام مریضایی که بار اول سکته های دماغی در نزدشان پیدا میشه شما میتونین که از ترانس توراسیک اکوکاردیوگرام استفاده کنید. البته چند نقطه دیگر دکتر جوان ما درباره پرایمری کاردی یک تومور بر ما جمع آوری کرده می باشه که یک مرض فوقلاد نادر می باشه از نقطه نظر کلینیکی این مریضا متعاقب بندش جریان خون در داخل اجواف قلبی باعث ریگارجیتیشن و هارت فیلر می گرده. همچنان مریضا متعاقب دایرکت انویژن مایوکاردیم میتونه که باعث ابنامل کانترکتلیتی و همچنان کاندکتیویتی یعنی اریتمیا هارد بلاک پریکاردیالی فیوژن و امرا با پریکاردیال تمپونات نزد شما مراجعه کنند. همچنان متعاقب انویژن اعشای مجاور مثل شش ها مریضا میتونه که البته اعراض و علائم برانکوجنی کارسین ما را نشان بده. همچنان ها امرا هم با امبولایزیشن هم میتانه که نزد شما مراجعه کنه همچنان در نزد ها کانستیوشنل systemic سیمپتوم هم دیده شده میتانه البته در قسمت تشخیص از این مریضا معمولا اکوکاردیوگرام کاردیک سیتی یا MRI، آر پت سکن کرونری آنجیوگرافی و بالاخره ترانس وینوس بایوپسی در تشخیص شما کمک میکنه البته اینجا برای شما فور چمبر ویوی ایکو کاردیگرام نشان میتن البته لفت وینجی کولا در لفت ارتیوم لارچ میکسوم را بر شما نشان میده که اگر شما توجه کنین لفت ارتیوم کاملا مسدود کرده می‌باشد. همچنان باید کارنی کمپلکس به خاطر داشته باشین کارنی کامپلکس که یک مرض ولادی اوتوزومل دومیننت می باشه اوصاف شامل مولتیپل انکلودنگ اتریل و اکستراکاردیک مکزوما، شوانوما و واریس اندوکرین تومور می باشه البته تمام پرایمری کاردیک تومور ایجاب عمل جرایی می کنه البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریت های در قسمت هستری فیزیکل اگزامینیشن، ماینات لابراتوری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود دارد. که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین ایات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین. بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشد. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بناهن یک سلسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و, و اسپیلینگ در اینجا وجود داره ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین این ای اشتباهات ما را عفو می کنیم همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتبه وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا اتیاهو تماس آسل کنید تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم